ساخت گنبد و مناره های بلند بر روی مساجد سنت است یا بدعت که بین شیعه و سنی مشترک است بیننده ای که چهار شماره اخیرشون سی و, یک و هنشت از ایران این سوال رو پرسیدن ببینید اولا ما باید مفهوم و معنای بدعت رو بفهمیم سنت چی است بدعت چی است ار امری که هر کاری که هر شی که به عنوان عبادت در دین اضافه بشه اینو بهش میگن بدعت به طور مثال نمازهای گوناگون خواندن والا این نماز روز یک شنبه است این نماز روز دوشنبه است این نظر بیبی بی فلان هست یا این مثلا زیارت فلان پیر و شیخ و ولی و امام هست که فلان ویژگی ها رو داره یا تغییر و تبدیل آوردن در امور عبادی اینها همه بدعت محسوب میشه من احد صفی امرنا ما لیس منه فهو رد هر کسی که در این اموری که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان دین برای ما آوردن که جز دین نباشد و کسی بیاد اینو در دین اضافه بکنه این رد است حالا مناره و گنبد و محراب آیا این اشیایی که امروزه در مساجد وجود دارد و قبلا در مساجد وجود نداشته آیا این به عنوان جزی از نماز اضافه شده جزی از این رکن اساسی دین که نماز هست اضافه شده اگر هر عملی که جزی از نماز اضافه بشه این میشه بدعت مثلا در جامعه بیان بگن که مسجد بدون مناره نمیشه مسجد بدون گنبد نمیشه نماز بدون مناره و گنبد و محراب نمیشه اگر همچین اعتقادی وجود داشته باشد در آن صورت به این میگن بدعت این عملی است که در جزی از نماز نبوده و بعدا اضافه کردن اما در مورد تک تک بریم جلو در مورد محراب مثلا محراب به عنوان جزی از عبادت و جزی از نماز اضافه نشده نه جز واجبات است نه جز فروز است نه جز سنن است نه جز مستحبات است نه جز نوافل نماز هست اصلا وجود محراب یا عدم وجود محراب در نماز هیچ تأثیری رو وارد نمیکنه پس به این دلیل مهراب رو چرا ساختن؟ محراب به خاطر این بود که مساجد در سابق مثل مساجد امروزه نبود خیلی ساده بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از علامات قیامت این است که مساجد زینت داده می شود چراغان می شود این از علامات قیامت است و این که فرمودن از علامات قیامت هست به این معنی که این عملی است که رخ میداد و کسی نمیتونه جلوی این رو بگیره و امروز می‌بینیم مسجدی نیست که زیب و زینت نداشته باشد و مسجدی نیست که چراغان نباشد در سابق مسجد مثل یک اتاق بود مثل مثل مثلا شما سالونی دارید وارد سالن یک مهمان جدید بشه از شما میپرسه که قبله کدام طرف است به خاطر اینکه وقتی که فتوحات زیاد شد و در جاهای مختلف مساجد ساخته شد در بین راه ها در در کاروانسراها مساجد ساخته شد مسلاها ساخته شد مردم وقتی که تازه وارد بیشتر نمی قبله کدام طرف است بعد اومدن یک منطقه ای رو به اصطلاح نشاندهی کردن به عنوان این که قبله این طرف است خب به مرور زمان همونطوری که همه شون زندگی ما تغییر کرد طرز لباس پوشیدن حالا مثلا همین استایل موها رو نگاه بکنید دهه نوت از سال 2000 به بعد تا 2010 تا الان تا 2023 زمین تا آسمان فرق کرده جوان ها رو ببینید در مثلا 20 سال پیش چطور استایل موهاشون بود لباس هاشون چطور بود الان چطور است و مساجد هم همینطور مسلح هم همینطور به مرور زمان تغییر و تبدیلی که در زندگی انسان ها آمد اینا همه تغییر کرد مثلا قبلا شاید تا چیزی در حدود مثلا سی سال پیش کسی مسجد رو فرش نمی کرد یعنی فرش نمی داختن در مسجد حسیر بود بوریا بود خیلی هم که مثلا چیز بود یا صفهایی درست می کردن و موکت می یا الان یعنی به طور عموم می بینید که همه مسجد با قالی فرش میشه. به این شکلی که امروز به چراغان بود اون موقع نبود این محراب هدف اصلیش این بود که جهت قبله در مسلاها یا مساجد مشخص بشه آیستایسته این جز شد جزی از بنای مسجد و اگر شما در بعضی از کشورها ملاحظه کرده باشید امام در محراب نماز نمیخونه از محراب یک صف پایین به صلاح محراب رو رها میکنه یک صف رو هم رها میکنه بعد از اون میاد وای میسته در اکثر مساجد مثلا در کشورهای عربی ببینید اینطوری است چون بعضی از علما اعتقاد دارن که نماز خواندن اینکه حتما امام باید داخل محراب وایسته نماز بخونه این بدعت است جای مشخصی برای امام نیست همون در صف اول امام قرار میگیره این که حتما داخل محراب باشه این جزی از ارکان نماز سنن و واجبات و نوافل و نماز نیست این اکایت محراب آیا الان وجود محراب ها در مساجد بدعت است چون جزی از نماز محسوب نمیشه ما نمیتونیم صد درصد بگیم بدعت است اما به این شکل مجللی که در بعضی از کشورها میسازن میلیون ها خرج میشه به خاطر یک محراب و نوشته ها و رنگ آمیزی ها, ها و اینا جایز نیست اینا جز اسراف است حتی اگر که محراب ساختنش جایز میبود، و این گونه مصارفی که در محراب صورت میگیره این اصراف است بهتر است که این پول ها در خرش و مصرف بشه برای مستمندان و فقرای امت اسلامی که نیاز دارن منارا چطور ساخته شد؟ طبق بعضی از روایات ینی مناره بوده از صدر اسلام بوده که من نشالا خدمت شما عزیزان بیان میکنم مناره است؟ یک جای مرتفعی که می میرفت اونجا قبلا چون که بلنگو نبود می میرفت اونجا مثلا بلال رضی الله یکی از صحابیات میگه که میومد مثلا پشت بام خونه ما چون بلندتر بود در اونجا اذان میداد کلا جدا از مسجد بود مناره برای چی ساخته شد چون مسجد یک طبقه بود مناره رو کمی بلندتر می ساختن تقریبا به اندازه دو سه برابر ارتفاع مسجد در اول از گل می ساختن معزن می پلایی داشت می رفت بالا اونجا که از آن می داد تقریبا جز بزرگ از شهر صدای معزن رو می شنیدن. اون موقع این ماشین و این سر و صداهای کولر و فلان اینا نبود یعنی وقتی که معزن اونجا از آن می داد خواست هم انتخاب می کرد مثل بلا رضی و سارا که صداشون بلند بود این صدا می رسید یعنی شاید تا حدود یک کیلومتر را صدا شنیده میشد. در طبق بعضی از روایاتی که من سرچ کردم اولا این رو باید بگیم که وجود مناره برای یک مسجد شرط نیست همونطور که در شروع صحبت گفتم نه فرض است نه واجب است نه سنت است نه مستحب است هیچ اصلا جزی از اینا نیست جزی از شروط مسجد بودن مسلا بودن نماز خواندن نیست بلکه برای رساندن صدای اذان به تعداد بیشتری از مردم یک جای مرتفعی رو در کنار مسجد ساختن که همونطوری گفتم به مرور زمان این تغییر کرد و بعدا شعاری شد از مسجد شعاری شد از اسلام در بعضی از کشورها اما چون جزی از اذان نیست جزی از مسجد نیست جزی از نماز نیست و بدون اون نماز درست است هیچ اشکالی نداره این اجماع علمای اسلام بر این است به خاطر همون ما نمیتونیم بگیم که 100 صد, صد این بدعت است امروز هم که رو بلند میسازن به جای معزن در اونجا ها رو نصب میکنن و صدا تقریبا میشه گفت به مسافات خیلی دوردستی میرسه در ابو داود فکر کنم به با بابی است که باب الازان فوق المناره یعنی این نشون میده که در از صدر اسلام اما جای مرتفع بلندی رو که در اونجا اذان میدادن بهش میگفتن مناره حالا ساختن مناره در مساجد امروزی بدعت است یا سنت است میتونیم بگیم نه سنت است نه بدعت است یک نیازی بوده که به مرور زمان مسلمان ها مثلا نیاز پیدا کردن به این که یک جای مرتفعی بسازن که در اونجا از آن بدن یا جای مرتفعی بسازن که در اونجا بلنگوهای خودشون رو نصب بکنن اگر بگیم که این بدعت است صد درصد خب خب این فرشی هم که امروز در مسجد می میکنید خب میتونیم بگیم اینم بدعت است مثل زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد در رسول الله با سنگریزا فرش بود حتی بعضی صحابه میگه در موقع گرمی ها تعدادی از سنگریزا رو میگرفتیم در دستمون یا در گوشه لباسمون این سرد میشد و وقتی که سجده میکردیم جلو چیزا میگه که پیشانیمون نسوزه بچه‌ها اینو دلیل آوردن که به مر سجده میکردن به خاک سجده میکردن نه این نبود چون نبود نداشتن بعد از مدتی حسیر یک نوع فرشی است که از نیزارها ساخته میشه میبافنش و از اون فرش کردن بعد در زمان عبدالملک که ابن مروان و اینها اومدن مثلا از نوع گریم فرش کردن پس بعد انا اومدن قالی فرش کردن یعنی به مرور زمان مثل زندگی ما منارم چی شد تغییر کرد گمبت گمبت چرا ساختن؟ گمبت یک نیاز هندسی بود برای مساجد نه اینکه جزی از دین و جزی از مسجد و جزی از نماز شمرده بشه گمبت یک کار هندسی بود که بیشتر در زمان معمار سنان معمار معروفی که در زمان سلطان سلیمان قانونی مهندس ساختمانی بود و ایشون اکثر مساجد بزرگ استانبول رو که ببینید مثل مسجد سلطان سلیمان یا منطقه سلیمانیه که میگن مسجد شهزاده مثلا مسجد مهربانو و تعدادی از مساجد معروف و بزرگ استانبول و تاریخی رو ایشون ساخته بعضی از قصور و بعضی پلها رو ساخته ایشون اومد یک سیستم هندسی به اصطلاح در مسجد ساخت که وقتی امام در به در محراب قرائت میکرد در نماز این صداش به شکل هندسی میپیچید در مسجد و طریق گنبد به همه مسجد پخش میشد. مثلا اگر چون مساجد خیلی بزرگ شده بود صد صفم برق نبود بلندگو نبود صد صف 200 صفم اگر مردم وای میستادن این صدا چون میپیچید در مسجد به انتهای مسجد صدا میرسید. چون الان مثلا برید در مساجد تاریخی یک کلمه بگید بگید الله کسی که در کنار شما وایستاده و کسی که مثلا 200 متر دورتر از شما در تای مسجد هست صدای شما رو خیلی وز... با وضاحت میشنوه این یک نیاز هندسی برای رساندن صدا بود و نه تنها در مساجد این گمبت ها در خانه ها هم استفاده میشد در کاروانسراها استفاده میشد در امارت های سابق چه در شرق چه در غرب استفاده میشد و این جزی از دین نیست یعنی جزی از مسجد جزی از نماز جزی از نماز, نماز جماعت شمرده نمیشه بلکه یک نیازی برای رساندن صدا به انتهای مسجد بود بله حالا امروز دی بیا آقا این گنبدها رو خراب بکنید که اینها بدعت است نه نه به اون شوری شور و نه به این بینمکی نه بدعت است و این یک نیازی بود که ساخته شده اما آیا امروز ساختن این گنبدهای مجلل با این تلاکاریا و مینیاتوریا و با این مصارف انگفتی که میشه آیا این کار خوبی است هرگز کار خوبی نیست اسراف است اما طوری که گفتم به جای خرج بکنی در گنبت های مساجد این رو خرج بکنی در بهتر شدن احوال مسلمین این خیلی بهتر است آیا وقتی مسجد میسازی معراب و منبر و گنبت ساختن لازم است هرگز لازم نیست مسجد مثلا من هزاران مسجد دیدم در کشورهای مختلف خاصا در کشورهای خلیج در کشورهای عربی بدون گنبد از هیچ مشکلی هم نداره همینطور یک سقف مسطح کامل خیلی هم عادی هیچ مشکلی هم در این مساجد وجود نداره مثلا منبرها رو دیدم خیلی ساده یک قسمتی رو همینطور گچکاری ساده کردن مردم که وارد میشن متوجه میشن که قبله این طرف هست مناره ها خیلی کوتاه و خیلی ساده و امت اسلامی باید به این طرف برن به, این جای اینکه مساجد رو با این پولهای گذاف بیایید شما تزین بکنید این بدعت است این خلاف سنت است این خلاف امر رسول الله صلی الله علیه و سلم است به جای اون این پولها خرچ تعلیم خرچ غذا لباس خرچ مدارس مکاتب بیمارستان ها و بهبود امور معیشتی مسلمان ها بشه خیلی بهتر و به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک تر است